السلام علیکم ایها الحفل الكریم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا ابی القاسم مصطفی محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. قال الله تعالی فی کتابه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. با اظهار تشکر فراوان از نمایندگی شورای علمای تشیع افغانستان در قم که این محفل علمی و باشکوه را به مناسبت تجلیل از علم و اجتهاد از شهید و شهادت برگزار نموده اند و همچنین از ارگانهای که با این مجلس همکاری کرده ان و وقت در اختیار ما گذاشتن، مکان در اختیار ما گذاشتن، از همه این ارگان ها کمال تشکر و قدردانی می کنم و همینطور از شما ستارگان پرفروغ آسمان روحانیت و علم و درایت تشکر فراوان می نمایم. ما طالب را میخواستم خدمت آقایون به عرض برسانم، ظاهراً که وقت تمام شده، اگر یک کمی طول بدهم ممکنه که کار به جنگ و دعوا و به نفرین و سب و دشنام برسد، ولذا عرایزم را خیلی مختصر اگر چنانچه اجازه بدهین به شهادت تاریخ افغانستان عزیز، مرکز علم و تمدن و فرهنگ بوده است. پس از ظهور اسلام این مردم افغانستان به دلیل اینکه عقلانیت گرا بودند، به دلیل اینکه سخت کوش بودند، به دلیل اینکه با استعدادهای درخشان داشتند که اگر تا دیروز مورد تشکیک جهان و دنیا بود، امروز امتحانهای حوزه، مسابقات پژوهشی و تحقیقی طلاب عزیز افغانستان برای جهان ثابت کرد که مردم این سرزمین از استعدادهای درخشان برخورداره. و پس از ظهور اسلام ما میبینیم که کشور افغانستان با مناطق مختلفش، با بلخ باستانش، با هرات باستانش، با غزنی که مرکز تمدن اسلامی بود، با اون سابقه تمدنی و زمینه‌های فرهنگی که در این مناطق بود، کانون‌های مهم علمی تربیتی را به وجود آورد. شما می‌بینین که ابوالقاسم ضحاک بن مزاحم بلخی که از شاگردان حضرت امام سجاد و از اصحاب حضرت سجاد متوفای 105، میبینیم که چنان مجلس و کرسی تدریس داشت، 3000 جوان پسر، 700 تا دختر را تحت آموزش، تعلیم و تربیت قرار داد. سهل بلخی که در زمان در قرن دوم میزسته و از علمای بزرگ بود، کرسی تدریس داشت و پسرش ابو زید، معروف به ابو زید، از فیلسوفان نامدار بود و کرسی تدریس و معلم و از علمای طراز اول جهان اسلام در افغانستان عزیز بود. درود و سلام خدا بر همه روحانیت و علمای عزیز افغانستان که پرچم افتخار علم و تمدن را در این کشور عزیز به اهتزاز در آوردن. و ما میبینیم که در طول خط علما و دانشمندانی که امروز افتخار جهان اسلام، نه تنها افتخار افغانستان، افتخار جهان اسلام، مثل ملا محمد کاظم حروی صاحب کفایه، علی ابو سینای بلخی، ابو ریحان بیرونی، سید جمال الدین افغانی، که همه اینها در رشته علم، فرهنگ، تمدن، تربیت و تعلیم و تربیت قدم‌های استواری برداشتند و در جهان معاصر
در دوره معاصر میبینیم که علمای افغانستان چنان درخشیده ان که بله تکیه و کرسی مرجعیت زدن، که این هم از افتخارات ملت مؤمن و متدین افغانستان است. و ما میبینیم که در حوزه های علمیه علاوه بر این که در کرسی مرجعیت تکیه زده ان، میبینیم علما، مبلغین، فضلا، مؤلفین، محققین، اساتید خارج، اساتید سطوح عالیه در حوزه های علمیه قم و نجف و مشهد و بقیه جاها چشم ملت افغانستان را روشن نموده است. خداوند متعال بر همه شما عزیزان توفیق و سعادت عنایت کند. یکی از علمای که شمع و چراغ روحانیت افغانستان بود، آیت الله واعظ بهسودی، استاد بزرگوار این جانب، که آیت الله واعظ مرد قلم، مرد سخن، مرد تألیف، مرد تبلیغ، مرد نفوذ در دل ملت افغانستان و از نفوذ کلمه برخوردار بود که تمام اقرانش و امثالش در اون روزگار تحت شعاع این عالم بزرگ بود. مصباح الاصولش افتخار برای همه ملت، کتاب است که آیت الله عظمای خویی که 2500 نفر مجتهد به جهان اسلام تحویل داده. آیت الله عظمای خویی درباره این کتاب مصباح الاصول می نویسد که خیر الکلام، این مضمون از من ها، بعد کلام آقای خویی را عرض می کنم، خیر الکلام ما قل و ما دل. با این عبارات مختصر چنان توضیح مطالب که به فرموده حضرت آیت الله عظمای خویی ام از اختصاری که مخل به مراد باشد پرهیز شده و هم از اطنابی که ممل باشد پرهیز شده. و امروز میبینیم که در کرسی های حوزه های علمیه درس خارج مصباح الاصول سر میز همه علما و مراجع قرار گرفته. یکی از کتاب های آیت الله واعظ، شما ملاحظه کنین عزیزانم، خاطرات زندان، در بین زندان با نبود وسائل نوشته که خدا گواه است بنده که در نجف بودم، استاد الاساتید حضرت آیت الله عظمای مرحوم شیخ صدرای وادکوبی که از فیلسوفان نامدار بود، بارها به من فرمودند که این کتاب خاطرات زندان را بخوانین، چه دارای فصاحتی، چه بلاغتی بی‌نظیر در بعض مشکلات حوزه از نفوذ اجتماعی آیت الله واعظ بگویم. آقای شیخ صدرا میگفت آقای واعظ ایره باید با آقای حکیم در میان بگذارد. آقای شیخ کاظم، آیت الله شیخ کاظم تبریزی، استاد بزرگوار ما، بعضی مشکلات را چند بار به توسط این جانب پیام دادن که آیت الله واعظ ای را با آقای حکیم و با آقای خویی در میان بگذارد. آیت الله واعظ مرد سخن بود، مرد فصاحت و بلاغت بود. یکی از شاگردانش که در اون زمان، اینم دلیلی بر تواضع آیت الله واعظ، هم درس خارج اصول میگفت در کابل و هم درس قوانین، یکی از شاگردانش میگفت روز نبوده که آیت الله واعظ اشکال ادبی در درس قوانین بر صاحب قوانین نگرفته باشد. چه زیبا بیانی و چقدر نفوذ کلمه داشت آیت الله واعظ که همه امثال و اقرانش را در اون زمان تحت الشعاع قرار داده بودند. آش سعیدن و استشهد سعیدن و حشره الله یوم القیامت سعیدا، و با شهادتش گوی سبقت را از همه علما و روحانیت افغانستان با این علم و جهاد و اخلاق و کوششش و تواناییش گوی سبقت را از همه را بودن. خداوند متعال روح پرفتوح این عالم بزرگ، این عالم شهید و بقیه شهدای در جهان اسلام را با روح مطهر حضرت رسول اکرم پیامبر رحمت للعالمین محشور ب
بگرداند.